آقای لوینسون که از مارس 2007 در جزیره کیش ناپدید شد از جمله شهروندان آمریکایی است که واشنگتن آنها را گروگان‌های زندانی در ایران می‌نامد. اما در همین رابطه در گفتگویی با سارا موریارتی دختر باب لوینسون از او درباره آخرین تماس‌های خانواده لوینسون با وزارت خارجه یا کنگره آمریکا پرسیدیم. ما با آنها مرتبا در تماس هستیم. ارتباط مستمر داریم. آقای دویش عضو مجلس نمایندگان بسیار محبت کرد که این لایحه را تسلیم کرد و امیدواریم در کنگره تصویب شود. دوست داریم هر چه زودتر انجام شود. اما درک می‌کنیم این فرایندها زمان می‌برند. تماس‌های مستمر با وزارت خارجه داریم. آنها با تمام توان در تلاش هستند. وزیر خارجه پومپئو اخیراً گفت بازگرداندن گروگان‌هایمان به خانه یکی از اولویت‌های ماست. این برخورد به ما روحیه می‌دهد و امیدواریم ایران این پیام را بشنود و مقام‌های ایران پدرم را به خانه‌اش بازگرداند. سارا موریارتی در ادامه گفتگو با صدای آمریکا از جای خالی پدرش در زندگی مشترک با همسرش و محروم بودن دو پسرش از دیدن پدر بزرگ حرف زد. My father was taken before I was even married. پدرم حتی قبل از ازدواج ما به گروگان گرفته شد. پدرم با همسرم که آن زمان دوست پسرم بود ملاقات کرده بود. اما اصلا نمی‌داند که با او ازدواج کردم و دو پسر دوست داشتنی دارم. دوری او برایم دشوار است. دوست داشتم می‌توانستم به او زنگ بزنم و درباره کارهای بچه‌هایم به او بگویم. مخصوصا الان که روز پدر نزدیک است. هر روز به او فکر می‌کنم. دلم برایش خیلی تنگ شده است. او مسلماً هیچ حقوق انسانی ندارد. تقاضایم از مقام‌های ایران فقط این است که او را به خانه بازگردانند، زیرا خیلی دیر شده است. 12 سال شده می‌خواهیم پیش ما باشد.